با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان همچون همه شب برنامه های خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا را این با آخرین اخبار کوتاه دریافتی از ایران منطقه و جهان همزمان با گزیده هایی از اهم مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار برگزیده امشب اوج گمانه ها و گزاره ها در واپسین لحظات مذاکرات هسته ای در وین اتریش تردد مسئولین و مردان مذاکرات هسته ای از تهران تا وین با عظیمت علی اکبر صالحی رئیس معتمد رهبری نظام در سازمان انرژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران تکذیب ارسال نامه محرمانه باراک اوباما به خامنه ای از سوی کاخ سفید در عین تایید مسئولین جمهوری اسلامی و بالاخره کماکان موجی از افشاگری ها علیه مردان احمدی نژاد با تازه ترین اظهار نگرانی فقیهی در کاشان به نام آیت الله یسربی از عملکرد ویرانگر دولت احمدی نژاد اهم مطالب و عناوین اخبار برگزیده امشب شنبه نهم تیر ماه است که در طول 20 دقیقه پیش روی تقدیم حضور شما بینندگان عزیز خواهد شد همینک با مشروع رویدادها با آخرین فراز و فرودها از واپسین روز مذاکرات هسته با تازه ترین اظهار موضع فرانسه فابیوس گفت توافق کردیم زربل العجل جدیدی برای مذاکرات نگذاریم لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که طرف های مذاکره در وین روز یک شنبه توافق کرده اند که تاریخ جدیدی برای پایان مذاکرات هسته ایران تعیین نکنند ضرب العجل که قبلا برای رسیدن به توافق جامع با ایران تعیین شده بود امروز سیوم جوان در واقع نهم تیر ماه به پایان رسید اما نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پنج به علاوه یک تایید کرده اند که مذاکرات در مهلت تعیین شده تمام نمی شود و احتمالا تا چند روز بعد از آن نیز ادامه خواهد یافت آقای فابیوس که روز یک شنبه محل مذاکرات را ترک کرده بود در نیویورک به خبرنگاران گفت که این هفته دوباره به وین برخواهد گشت ایشان درباره روند مذاکرات میگفت گفت ایرانی ها به طور مشخص درباره جزئیات دقیق رفع تحریم ها سوال دارند اینکه چطور کار می کند به چه معناست و ما هم در طرف پنج به علاوه یک سوالات دقیقی از آنها داریم همزمان در روز دوشنبه یک مقام ارشد آمریکایی گفت که قدرت های جهانی پیشنهادی را برای حل مسئله بازرسی ها از مراکز مزنون اتمی ایران مطرح کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه فرانس پرس مقام آمریکایی روز دوشنبه می گفت فرایندی را طراحی کرده ایم که به عقیده ما دسترسی های لازم را برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی فراهم می کند. ایشان اضافه می کرد نقطه آغاز ما این نیست که باید بتوانیم به همه مراکز نظامی راه پیدا کنیم چون ایالات متحده آمریکا هم اجازه دسترسی به همه مراکز نظامیش را نمی دهد. این اصلا درست نیست. این مقام جزئیات بیشتری ارائه نمیکرد، اما یک مقام دیگر به این خبرگذاری گفت که این پیشنهاد بخشی از تفاهم دوم آپریل لوزان است. همه اینها در حالی است که در حیاهوی آمد و شده مسئولین ایران و گروه پنج به علاوه یک در شش جهت ویان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز به همراه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز سهشنبه نهم تیرما عازم ویان شد و در مذاکرات هسته حضور به هم رسانید مقام های جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته اشاره می کردن که اگر وضعیت جسمی صالحی اجازه دهد حضور او در مذاکرات مفید خواهد بود در همین زمینه و مضمون تحلیلگران در وین اتریش میگویند این موضوع نه تنها از لحاظ جنبه فنی برنامه هسته ایران اهمیت دارد بلکه در صورت دستیابی طرفین به توافق جامع نزدیکی آقای صالحی به رهبر ایران می تواند به روند پذیرش این توافق در میان گروه های مختلف قدرت نیز کمک کند. ادامه مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه با انتشار آخرین خبرها از پیام هسته‌ای اوباما به مقامات جمهوری اسلامی یک عضو هیئت رئیسه مجلس جمهوری اسلامی از تسلیم پیام هسته‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در سفر اخیر حیدرالعبادی نخست وزیر عراق به ایران خبر داد به گزارش روزنامه های مختلف تهران همینطور خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مهرداد بازپاش دیروز دوشنبه هشتم تیر ماه از تشریح جزئیات این پیام ویژه به دلیل به گفته ایشان مسائل امنیت ملی خودداری کرد و در عین حال افزود که این پیام در راستای نیاز دولت آمریکا برای دستیابی به توافق هسته‌ای بوده است. گفته های آقای بعض پاش در حالی بیان می شود که به نوشته ی روزنامه همشهری مقامات وزارت خارجه ایران از جمله یک منبع آگاه در میز اراق وزارت خارجه درباره این خبر اظهار بی اطلاعی کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق چهارشنبه 27 خرداد ماه در سفری به تهران با آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران و همینطور حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیداری شخصی و دو جانب داشته است. دو روز پس از انتشار این گزارش یدالله جوانی معاون سیاسی پیشین و مشاور کنونی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون اشاره به تعداد نامه های تبادل شده بین باراک اوباما و خامنه ای می گفت که به نامه های رئیس جمهور آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی پاسخی محترمانه معقول و منطقی داده شده است این در حالی است که همزمان دو سناتور جمهوری خواه آمریکایی نامه اوباما به خامنه ای را شرماور خواندند کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید همینک و در بخش میانی و دوم برنامه با کاوشی بر آخرین خانش های روزنامه های منتشره امروز ایران برنامه رو پی میگیریم احمدی نجادی ها و موجی از افشاگری های بیوقف از فساد ها و اختلاس های آن ایام توسط دولتیان و مردان محمود احمدی نژاد همینطور موضوع مذاکرات هسته و آمده شدها به وین و تهران بر صدر مسائل و موضوعات و مطالب روزنامه های امروز ایران جای داشت در این میان روزنامه مردم سالاری تیتر نخست رو به تداوم رفت و آمدهای مذاکره کنندگان به وین اختصاص داد اما آفتاب است هاشمی رفسنجانی را سرنشین صفحه یک ساخت و در سلسله انتقادهای این فقیه مغزوب درگاه ولایت در اعتراض به تندروی های گروه های نزدیک به رهبری ایران می که برای اسلام ننگ نباشیم که در واقع چالش و شکاف گفتمانی میان رهبری ایران و اعوان و انصار وی از یک سو و طبقه دیگری از فقهای های منتقد در سوی دیگر است این روزنامه از آغاز نبرد قدرت برای دستیابی به کرسی های مجلس را نیز موضوع اصلی گزارش صفحه نخست شماره امروز خود ساخت و از سیل استعفای برخی از مسئولین برای رسیدن به مجلس خبر میداد و اما روزنامه ابتکار ابتکار را بر صدر صفحه نشان و به نقل از این بانوی زیست محیطی ایران از ضرورت انقلاب در محیط زیست کشور می گفت. در واقع ابتکار گفتگوی ویژه انجام داد با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست ایران که به تناسب زمان در خلال برنامه بخشهایی از آن را با هم مرور خواهیم کرد ورق میزنیم در بخش مروری بر سرفصل اناوین در روزنامه ها روزنامه آرمان با درج تصویری از سعید مرتزوی قاضی بدنام سالیانی نشسته همدوش رهبری ایران خبر میداد که پرونده مرتزوی در پیچ آخر موج توافق نهایی در پای تخت ها عنوان گزارشی از آرمان بود از چانه زنی ها در وین و رای زنی ها در خانه خبر میداد. در ادامه عناوین روزنامه ها میخوانیم روزنامه ابرار اما با مطالب متنوع تری راهی پیشخان نشریات شهر شد در حوزه هسته ای به نقل از جان کری خبر داد که در حال کار روی موضوعات هستیم همچنین این روزنامه از ارسال پیام محرمانه باراک اوباما به ایران پرده برداشت که البته در بخش خبری و گزارش آتی از سوی مسئولین آمریکایی تکذیب شد ادامه می دهم ده در بخش عناوین اصلی روزنامه ها از گرانی افسار گسیخته ی لبنیات در ایران که موضوع بسیاری از روزنامه های کشور بود از جمله روزنامه ابرار اقتصادی از گرانی دوازده نوشته 120 درصدی اما به گمان دوازده درصدی صحیح باشد دوازده درصدی لبنیات در دولت هم خبر میداد روزنامه ایران ارگان دولت با دو موضوع دیپلماسی خارجی صفحه بندی شد از جمله موضوع و بحران پولی کشور یونان را اعلام جنگ اقتصادی یونان به یورو نامید و در سوی دیگر در حوزه هسته ای به نقل از خبرنگار اعزامی این روزنامه به وین از نقش راه سه مرحله توافق هسته ای پرده می داشت و مدعی شد که به توافق نزدیک شده ایم روزنامه تجارت نیز از اجرای توافق هسته ای در سه مرحله خبر داد و اما در سوی دیگر روزنامه های وابسته به نهادهای رهبری یا نهادهای نظامی و بالاخره گروه های تونرو و ضد توسعه با روی کردی تا حدودی انادامیز موضوع هسته را پی گرفتند. از جمله روزنامه جوان و بسته به ارگان نظامیان سپاه تمام نیم صفحه اصلی را به موضوع هسته اختصاص داد و با اعلام اینکه جان کری جنبندی مذاکرات را به کاخ سفید فرستاد مینوشت که وین منتظر انتخاب ماست که عملا توپ رو در میدان آمریکا یا انداخت یا با تیتری تن آمیز از معجون هسته با نام حقوق بشر کامل می شود به روند مذاکرات به تعبیری این قلت وارد می کرد ادامه می دهم ده با دیگر روزنامه ها و مطالب همچنان بیننده برنامه صفحه یک هستید با چکیره چند تحلیل و یادداشت و گزیره گزارش ها و گفتگوها روزنامه ی شرق مطلب اصلی شماره امروز را با عنوان ساعت صفر هسته بسته بود این روزنامه با چهار یادداشت اختصاصی به موضوعات مختلف در ایران می پرداخت از جمله صادق زیبا کلام در یادداشتی با عنوان ظریفکاری ظریف از رفت و آمد 48 ساله محمد جواد ظریف به تهران تحلیل های تازه تری تا هم با خبرهایی ارائه می کرد و می نوشت آمدن دقیقه 90 ظریف به تهران اگرچه از پیش بردم ریزی اعلام شده اما برخی رسانه‌ها از رایزنی های او در تهران برای آخرین جنبندی ها و سپس بازگشت وی به وین خبر دادند. این امر میتواند به زمین نویسنده مبین این نکته باشد که توافق نهایی پیش روی طرف ها قرار دارد وگرنه دلیلی برای این اقدام وجود نداشت اگر احتمالا به زمین صادق زیبا کلام بنبستی به وجود آمده بود یقینا او به جای گرفتن این تصمیم در هتل میموند و تلاش میکرد با چانه زنی های دشوار که تخصص وی است بنبست شکنی کند و اما بروز و ظهور دستبندی های سیاسی در آستانه انتخابات ایران نیز کماکان موضوع یادداشت های تحلیلی روزنامه های بیشماری است از جمله روزنامه تحولخواه شرق در یادداشتی با عنوان دوقلوی سیاست داخلی ایران به قلم احمد غلامی سردبیر این روزنامه تحول خواه معتقد بود که اصلاح طلبان و اصولگرایان هژمونی خود را در فضای سیاسی جامعه از دست داده اند. این دو جناح یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان زمانی قادر بودند گفتمان سیاسی خود را هژمونیک کنند منظور نویسنده از بکار بردن واژه هژمونیک همانا منظور این است که دیدگاه هایشان را حاکم کنند سیطره ببخشند و جامعه را دو قطبی سازند اما پس از انتخابات 24 خرداد سال 92 به زمه سردبیر شرق کاشف و عمل آمد که آنها دیگر نمی توانند در قالب قبلی خود بمانند و باید قوای دیگری فراهم آورند از منظر نویسنده شرق فیروزی حسن روحانی دو بود دو سویه و دو نتیجه داشت یکم حفظ وضعیت حد اقلی اصلاح طلبان دو رنگ باختن تدریجی گفتمان اصلاح طلبی در سایه دولت موسوم به اعتدال ادامه می هم با روزنامه های دیگر روزنامه قانون نیز با دو مطلب اصلی صفه بندی شد همان گونه که میبینید مطلب اصلی آن به چگونگی فروش یکی از گرانترین ساختمان های وابسته به نهاد رهبری یعنی کمیته امداد اختصاص داشت که به اصطلاح وظیفه کمک به خانواده های بیبزاعت در ایران و چند کشور همچون سوریه، عراق، لبنان و یمن را بر عهده دارد. گزارش قانون با طرح این پرسش که ساختمان کمیته امداد را چه کسی خواهد خرید، این گونه اشاره می کرد که مزایده هزار میلیارد تومانی انتقال دفاتر کمیته امداد از شمال تهران به نقاط جنوبی شهر در ابتدا تنها وعده ها و شنیده هایی بود که در روز تودیع رئیس جدید کمیته امداد رسانه ای شد. این روزنامه به نقل از سید پرویز فتاح رئیس جدید کمیته امداد امام در روز معارفه خود از ضرورت صرف جویی در حزینه های مازاد سخن گفته بود و از پیشنهاد فروش املاک و زمین بزرگ سوهانک به هیئت امنای کمیته امداد خبر داد. بر اساس گزارش قانون کمیته امداد ساختمانی با 1200 کارمند که شامل بخشهایی های بخش چون ساختمان اداری نمازخانه ساختمان دانشگاه مجتمع اقتصادی و باشگاه می شود این زمین 100 هزار متری که به همراه ساختمان اصلی آن از سوی برخی به عنوان کاخ کمیته امداد لقب داده شده است زمینه انتقاد زیادی رو نسبت به این نهاد که به اصطلاح به منظور کمک به محرومان تأسیس شد فراهم کرده بود و روزنامه ای ایران ارگان دولت با دو خبر ویژه خبر میداد پاسخ کرواسچی به منتقدان غلام حسین درباره اظهار نظرهایی که در واکنش به سخنرانیش در مراسم افتار حسن روحانی شد به ایران خبر گفت متن سخنرانی من موجود است و می تواندید که محتوای آمیزی در آن نبوده است ایشان می افزود باید از این دوستان پرسید که چرا هر حرفی را توهین به خود تلقی می کنند کرواسچی در ادامه این مطلب خود اشاره کرد که اگر دامنه ی تحمل ادعی برای شنیدن سخنان دیگران اینقدر پایین است اشکال از آنهاست و تقصیری به سخنران وارد نیست شهردار پیشین تهران تاکید میکرد درباره درست و غلط و یا توهین بودن و نبودن سخنان من مردم قضاوت خواهند کرد گفتنی است پس از سخنرانی کرباسی در مراسم افتار رئیس جمهوری ایران برخی اصولگرایان تون رو محتوای صحبت های وی را توهین و سخیف توصیف کردند ایشان صرفا و تنها اشاره کرده بود که خواهان رفع حسر کروبی و موسوی شده بود و دست آخر اعلام شرم ساری یک فقیه از اختلاس ها در دولت سابق آیت الله یسروی در پاسخ به سوالی درباره اختلاس های دولت احمدی نژاد می گفت واقعا اسباب تاسف و سرفکندگی و شرم ساری است شرایط به گونه شده که انگار هر کس دستش به هر جایی می رسید بر می داشت کسانی را می شناسم که سال 84 یا 85 یک سال قبل از انتخاب احمدی نژاد اشاره می کند به اینجا می اومدن که ما واسطه شویم برای دو میلیون تومان وام الان خبر می رسد که همین ها چندین برج در تهران دارند این گونه افراد هستند که تلاش می کنند فردی را برای نمایندگی معرفی کنند تا بتوانند به این فعالیت ها ادامه دهند رئیس حوزه علمیه کاشان که در جمع خبرنگاران و در زیافت افتار سخن میگفت در پاسخ به این سوال که آیا انتظاراتتان از دولت روحانی برآورده شده است توضیح می داد که برای قضاوت درباره یک اتفاق سیاسی باید کلان نگر باشیم و نسبت به موضوع اشراف داشته باشیم همین سوالاتی را که امروز در این جلسه مطرح شد سه سال قبل نمیشد آزادانه مطرح کرد که در واقع اشاره داشت به فضای خفقانی عهد احمدی نژاد ضمن اینکه به زم این فقی ما نباید به انتخاب خود بسنده کنیم بلکه باید از انتخاب و برنامه دولت حمایت کنیم این فقیه در پاسخ به این سال که آیا دخالت مدهان در بحث های سیاسی را جائز می‌دانی جواب میداد که ما دخالت هر غیر متخصصی را در غیر حوزه تخصصیش جایز نمیدانیم و با این مطلب از روزنامه ایران وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و تازه از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود